مهندس رفعت بفرمایید. آقا جون کارگر لازم نداریم. من خودم هم یه کارگرم. اصلا بیشتر به پول احتیاج دارم. مری جون بیا اینا رو بگیر ماشین کن. با دست نمیشه نوشت. خیلی خوب. جمونم تو با من ازدواج کردی که فقط کارای زیادی تو بندازی گردن من آره؟ ها قربون آدم چیست. ببخشید آقا. سه تا نامه داریم. این مال شما. این دو نامه سفارشه. مال محسن سرکارگر شما. بازم کاغذ از پدر. من کاغذ ندارم. دقیقا. لالی بگو محسن بیاد. بله. منو میگن محسن مرزنجوش کمک مهندس کارخونه تلویزیون سازی بلر نه برگ چغنده. صد دفعه گفتم این سیم باید اینجا وصل بشه. اگه اینجا وصل نشه اتصالی پیدا میکنه به چه؟ حالا فهمیدی؟ بله فهمیدم. فهمیدم. خوبه خوب فهمیدی. آقای کمک مهندس. مثل اینکه آقای مهندس شما رو میخواد. ابا 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 چی میگی لالی؟ با چکرم این یکی از اصفهان آخه مال مادرم خوب و این یکی هم لاواد از اطراف اصفهانه نه خیر از ایتالیا ایتالیا؟ بله من اونجا کسی ندارم مادرم که مال اصفهانه اما پدرم اونم که مال اسپانیا محسن بالاخره این سمایی که از طرف کارخونه رفتی ایتالیا کار یاد بگیری با کسی دوست نشدی چرا یه دوست پیدا کردم اما هم رو جیبمو خالی کرد و زد به چاست اینم که فرنگی نمیشه بیا آقای مهندس من سه ماه اونجا بیشتر نبودم فرنگی یاد نگرفتم اما شما که سه سال اونجا بودی تو زحمت برام بکنید فرسندش مارچلوس مارچلو آره میشناسیش مارچلو ما آره شناختمش سرکارگر همون کارخونه بود که من توش کار می‌کردم همون روز که جیبمو خالی کردم این مارچلو دلش برام سوخت دست از جیبش اینقدر اسکراس در رو هر قد میخوای برداشت منم چون زبونش بلده بودم همه چه برداشتم بعدم هر کار کردم بهش پس دادم قبول نکرد دلم میخواد یه روزی تلافی موهبت چه درارم آقای مهندس بخونش فعلا کاغذ پدرم با جفتر از مرشلو برو چند دقیقه دیگه بیه تا برات بخونم خیلی خوب پس منم مال مادرم هم میخونم نور چشم عزیزم محسن انشالله که در کمال سلامت و عافیت بوده باشی دوباره با هزار زحمت دختر خوشگلی برای پیدا کردم تو را خدا دو روزه بیه اصفهان عروسی کن و برگرد میدون اگه این دخترم از دست در بره چطور میشی؟ آره تا آخر اون دیده میمونی بازم پدرم پول خواسته نمیدونم که بدهیش تموم میشه براش بنویس من زنگ گرفتم خرجم زیاد شده دیگه نمیتونم پول بفرستم پدرمه نمیتونم از خودم برنجونمش پدرمه نمیتونم از خودم برنجونمش آخه اون چه پدری در حق تو کرده که نمیخوای برنجونیش اگه روز نمیشه بنویسی من خودم بنویسم خودمون هزار جور خرج داریم صبر کن ببینم نامه محسن میخونی؟ آره مگه چی نوشته؟ مارچلو دوست محسن میخواسته با لوچیلا دختر رئیس کارخونه عروسی کنه اما پدرش مخالفت کرده لوچیلا هم قهر کرده چند روزی رفته تو خونه مارچلو قایم شده حالا مردشون تصمیم گرفتن بیان ایران با هم عروسی کنن خوب چیزایی تازه میشنوم بقیه شو بکن ببینم باید چی میدنی باشه مارچلو نوشته برای اینکه پدر لوچیلا نفهمه دخترش با من فرار کرده من چند روز دیرتر به ایران میام اما لوچیلا روز 25 سپتامبر ساعت 9 صبح به وقت تهران وارد فرودگاه میشه 25 سپتامبر فردا میشه باید به محسن بگی بذار ببینم
از محسن خواهش کرده بره استقبال لوچیلا و خودشو دوست مارچلو معرفی کنه و چند روزی مواظبش بشه تا اون برسه. بیچاره محسن، اون که زبانش نمیدونه. نوشته لوچیلا تو ایتالیا کلاس فارسی دیده و محسن از این بابت هیچ ناراحت نیست. خب اینجاشو گوش کن. خیلی جالبه. نوشته چون پدر لوچیلا برای پیدا کردن دخترش $10,000 جایزه تعیین کرده، از محسن خواسته شب روز همه جا مواظب لوچیلا باشه که مبادا کسی اونو بشناسه و برای دریافت جایزه لوچیلا رو تحویل پدرش بده. $10,000 $80,000 به چی فکر میکنی؟ فکر میکنم چطور ما این پول صاحب بشیم. پولو؟ چجوری؟ فهمیدی؟ اینه که در وعده تا بفهمی داره وار میده. اگه وعده پول چیزی نمیده که این پیچه سفتش کن تا همارم به دفتر یه ذره بزنم بیا. چطوره؟ خوب فکریه، عالیه. آقای مهندس، حالا یه وقت دارین کاغذ منو بخونین؟ خوندم محسن، اما گاو زایده. من گاو ندارم. چرا؟ همون که ایتالیا، مارچلو رو میگم. مارچلو؟ چی زایده؟ میخواد بیاد ایران با لوچیلا دختر رئیس کارخونش عروسی کنه. بارکلا. اما لوچیلا فردا وارد میشه. خود مارچلو چند روز دیگه. آخه چه خو، اما چرا هر دوشون با هم؟ نمیدونم دیگه. فقط مارچلو از تو خواهش کرده چند روزی مواظب لوچیلا باشی که گم نشه تا اون برسه. اینم عکسشه. ماشاءالله چشم قاره چه خوشگله، تو عرشون تا صبح میرخزم. اما نوشته این چند روز نباید هیچ آشنایی به لوچیلا بدی، فقط به طور ناشناس هر کجا میره مواظبش باشی. چرا؟ بهش میگم من دوست مارچلوام. نه 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 نه، لابد مارچلو فکر کرده چون این دختر اصله ممکنه تو انگشتش بزنی. خیلی خواه انگشتش نمیزنی. بله بهتره. من یه نگفتی مارچلو تو ایتالیا بیاد خدمت کرده، حالا نوبت توه که بهش خدمت کرده. باشی، مخلص مارچلو هم هستم، مثل سایه معظم نوزدش میشم تا بیاد. گفتی چیچینا که میاد؟ چیچینا نه، لوچیلا. لوچیلا فردا 9 صبح مهرآباد. خودشونه خودشه. اصلا چرا با هم دعوا کنی؟ خانم هر کدوم خواستن انتخاب بکنی. باشه خانم، بفرمید تاکسی من بفرمید. خانم سینیوریتا پرفاموره اندیامو اندیامو فوتاموره اندیامو. آه شما ایتالیایی بلد هست؟ بله، مادر بزرگم موجی موزلینی بوده. موزلینی؟ بله موزلینی، فهمیدی؟ بفرمید خانم، بفرمید. گم شد این مرسی، جهت کنم. گم شد لیز، موازه باشه نخوری لیز. او، نگفتم نخوری لیز. به موقعش حسابتو بیرم. ببخشید، شما فارسی از کجا بلد شد خانم؟ در ایتالیا کلاسی فارسی کنه. بچه خوبه ایتالیا، خیالم راحت شد. خب شما هتل رفت یا مسافرخونه؟ یک هتل خوب. چاکرت بهترین هتل ها رو شناخت. الان شما رو به یه هتل برد که درست مثل موتله، هتل کنتینانتال. اما اگه هتل خوب نبود من به پلیس شکایت کرد. خیلی خوب کرد، 5 تومن 2000 چه بیشتر جریمه نمیدم. هتلش خوبه یا پلیس خبر کرد؟ او نه، خیلی خوبه. خیلی خوبه، بسه من
هتلش خوبه، سیانگی پلیس خبر میکنه. آه نه خوبه. اوه الحمدلله. گود مورنینگ مادمزل. گود مورنینگ دی گود مورنینگ. خانم خودشون مثل بلبل فارسی حرف میزنن. این خود فرنگی بلغور نفهمن. بله من فارسی بلد هم. بله. او خیلی خوبه. مادمزل اتاق میخواستم. پس ساندویچ میخواستم. خب معلومه است یه اتاق میخوام. یک اتاق با حمام. و مستراح فرنگی. تمام اتاقای این هتل حمام داره. با دلاش یا بی دلاش هیچی. خب کاستم میکنه. پلیز رای دارنی؟ باز نبونتون چرش کردیم که گفتم با خانم فارسی حرف بزنیم. بسیار خوب، شما تشریف ببرین، خانم خودشون میرن اتاقش. بنده دستور دارم خانمو تا اتاق خودشو همراهی بکنم. بفرمایین اتاق نمبر 35. لا 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 باز که اینجوری حرف زدی. خب اینه مثل بچه آدم بگو اتاق 35. 35 همیشه خودم پیدش میکنم. بفهم فلیز. بپای نفاری لیز. بی تربیت. بی تربیت اونه که اون پشت وایساده. خودت میگم. بفرمایین آقا چه فرمیشیده؟ ببخشید یه اتاق میخوام. ببخشید زن و شوهری؟ مسلمه، پس مادر و پسری. شناسنامه همراهتون هست؟ الان نیست، بعدم براتون میارم. نمیشه آقا، متاسفانه تا شناسنامه همراهتون نباشی نمیتونم بهتون اتاق بدم. بسیار خوب، میریم یه هتل دیگه. یاداش کن آدرس لوچی دارم، روم خیابون 105 شماره 86. اینا خدا. اتاقش خوبه یا خودم چند تا پلیس خبر کرد؟ نه نه عالی هست. بیه فرمایش نی؟ نه خدافش. ببخشید. بفرمایید. دست ما درد نکرد. چاو 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 چاو. چشم. خانم کجایی؟ من اینجا هست، بیا تو. اینجا چشم. میخواستم بگم چه؟ طیفه بی حیا تو بگم هرمون سو. شما چی کار داشت؟ هیچی، میخواستم بگم شما فردا تو با ماشین من خواست رب گردش این ور اون ور. مرسی، من فردا رفت اصفهان گردش کرد، بعد رفت شیراز گردش کرد. خیلی خوب، اینو زودتر گفت. چاو 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 زهر مار زهر بی حیایی. جونم آزاره تو درد نکنه. بیا داداش این چهره خودت، اینم انعام خودت. خیلی خیلی ممنون. قربون شما. اگه بازم کاری داشتم خبرت بدم. باشه در خدمت هستم. به سلام. خدا پدرم درم تا بردمش تو بوته. نیست که جدن در جد راننده بودم، اما عوضش فردا خیالم راحت میشه. چطور؟ برای که خانم فردا رفت اصفهان گردش کرد، بعد رفت شیراز گردش کرد. خب مهم نیست، برات مرخصی میگیرم برو دنبالش. برم دنبالش؟ مگه من میتونم یه راننده باشم با تاکسی آریه برم دنبالش اصفهان و شیراز؟ میتونی راننده نباشی. پس خواننده باشم؟ نه معمولی، همینطور که هستی، بدون عینک و کلا ناشنا. بیا ولی تو یه نقشه حسابی واسط بکشم. نیست که آقای مهندس، ما غیر از این که مهندس الکترونیک هستی انگار مهندس الکترو حقوق به سوار کردنم هستی. تو فقط هر کاری میگم بکن، به بقیه چیزاش کاری نداشته. غذای هتل خیلی خوبه، بهت قول میدم یه ساعت دیگه بیاد. اما نه امروز گشتم دو ساعت دیگه بیاد. ساعت 4 هم خوابن همون بخار برشم. این چیه خوابن همون بخار برشم؟ خوش به حالش من. زمینش خیلی خوبه، دو نفشه. گفتی دو نفشه؟ بله، بعد از نهار بریم نشونت میدم. سلام خانم. سلام. ما دیگه مشتری شما شدیم، هر روز نمیگن غذا جان. بای جان چی میل داره قربان؟ سب کن تا بهت بگم. خواهش میکنم بفرمایید. هر مایز اتاق پایین نیمده. گرسنش که بشه میاد پایین، میشینیم تا بیاد. انگار اومدش. خودشو چیه من در آن عبد میدیم؟ خودشو به همین زودی قیافه شدت رفت.
چه خوشگل شده. آره جدا خوشگله. خب بقیهش؟ بی خود دعوا نکنین، بقیهش مال مارچلوس. آقای ظاهر بین غذاتون سرد شد. من اصلا سیرم غذا نمیخورم، اینقدر حرف نزن. از اینا فراوونن، مثل این معامله زمین باشی، بکر و باکره. اینم باکره. ببینم این بالا خوش. این خانم خارجی کی اومده اینجا؟ همین امروز قربان. اسمش چی؟ ببخش قربان، هنوز نمیدونم. برو تحقیق کن ببین اهل کجاست، چه زبوری هم میدونه. بیا این هم انام هست. برو. متشکرم قربان. چشم. این پیره بعد جور رفته تو نخل لوچیلا. مهم نیست، تو فقط باید مواظب باشی گم نشه. اگه پیره قرزت بردش یه جایی، من جواب ماچلو چیچی بدم؟ همچین ارزه ای نداره. این پیره معلوم از اون ختماست. چشمشو نگاه بکن قربان. اون خانم ایتالیاییه و اسمش هم لوچیلا. لوچیلا؟ بله قربان. کجا داشتید میبرید؟ تکلیف زمین چی میشه؟ معاملشو براتون بکنم. من اصلا زمین نمیخوام، برو برای خودت معاملش بکن. بفهم. دیدی رفت بالوش؟ صاف کن ببینم چی میشه. یه میشه صاف کن، الان قرش میزنه. آخه پیریه کنگر خورد و لنگر انداخت. راست میگه بد جوری شد، مثل کنه بهش چسبیده. من که میگم مهم نیست. چیه مهم نیست؟ این دختره پیش من امونته. ببین چجوری داره میخوره زشا. این چرا هی خودشو میکن بوده؟ چیز مهمی نیست. بازم چیز نیست؟ پس بفرما چیه؟ مرچه مرزنی بعد هم بیا اینجا میبینم. برا برا اون آقا پیره میبینه اونجا نشسته، میبینیش؟ آها آقای زاهدی نمیدونم. آره میخوام اون زاهدی نه، همین الان تلفن میخواستشون. برو بگو تلفن شماره بده. چشم قربان. خیلی ممنون. آخه سیر چرا زیر میز داره میره؟ والا نمیدونم. بعد جنت خارج یه چیزایی نگاه کنم. ببخشید. الو؟ 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 این چه قاطعه؟ کی منو میخواد کنم؟ والا کسی شما رو نخواست. آقای ظاهری خیلی معذرت میخوام، یه عرضی داشتم. خواهش میکنم بفرمایید، چون من عجله دارم. میدونم میخواد دوست بره بشه خانم لوچی را بشی. مگه شما اون خانم میشناسید؟ بله میشناسمش. چون میدونم میخوایم باش دوست بشین، خواستم یه اطلاعات بیشتری بدون بده. خیلی از شما متشکرم. دختر خوشگلیه نه؟ بله. بله حیف که یه عیبی داره. منم وجدانم قبول نکرد به شما نگم. چه عیبی داره؟ دختره مثل هلو پوست کنده میمونه. درست است پوست کنده. اما بیچاره یه ناراحتی داره که هرچی هم معالجه کرده هنوز خوب نشده. و تو حدودی هم دختری خطرناکه. دختره مثل ماه شب 14 میمونه. چه خطری داره؟ چجوری بگم؟ درست مثل ماه شب 14 میمونه. اما یه نوع بیماری روحی داره. شما باید کاملا مواظب باشید. نمی‌فهمم دختره بس الماس داره می‌درخشه، چه بیماری روحی. والله خجالت می‌کشم بگم، اما از یه طرف هم دلم برای جوونی شما می‌سوزه. بگو حرف بزن تا که من از وحشت داری می‌کشی. می‌دونی این دختره چه مرضی داره؟ ها ها چه مرضی؟ مرض نه نمیگم، بس ناراحت میشه. باید بگی تا نفهمم من چه خوده می‌خوام. خیلی خوب میگم، اما خواهش می‌کنم ناراحت نشینا، فقط فکر خودت. خیلی خوب بگو ببینم چیه. می‌دونی اصلا ولش کن، بیرو اینجا تا حرف تو نظری نمیذارم من که تکون بخوری. خیلی خوب باد آباد میگم. ببین آقای زاهدی، شما این دختره بود بگردین همه جا با همه خوش باشی، حتی میتونی باشم ازدواج میکنی، اما فقط مواظب چشماتون باشی. مواظب چشما باشم؟ چطور مگه؟ دختره تراخم داره؟ کاش تراخم داشت. میدونی چه مرضی داره؟ بابا غلط کردم. باز داری منو نفل عم کردی داری میری؟ پس قسم بخوری ناراحت نشی. قسم میخورم به جون شیشتا بچه‌ام قسم میخورم. آقای زاهدی وحشت نکنین، این دختری ظاهرا آروم بی آزاره، اما در باطن جنون داره. چه نوع جنونی داره؟ مثلا نشستی با هم غذا بخوری، یهو جنونش اوت میکنه و با هم کارت چنگال که دستشی جفت چشماتون از کاسه در میارش. بذارین اونجا که دیگه کارت چنگالی جفت چشماتون رو با ناخوناش در میارش. البته نه همیشه، بعضی وقتا. فقط مواظب چشمان خودتون باشید. برید نه نه من دیگه غلط میکنم با این دختر حرف بزنم. حیف دختر به این خوشگلیت مردشون ریختش رو ببرم. آقا جون اطلاعات چی باندادی؟ خیلی مچکم. من وزیفه مجدان خودم هم خیلی مچکم. قربونت هم میرم. ببینم حالا من چه جوری از اینجا در برم که ایمن در اینجوری هم نیست آقای زاهدی. گناه داره، بری سر میزش پیش نیتنش نگذاری. نه نه ببینید آقای محترم، من این دوتا چشمامو از تمام دخترهای خوشگل دنیا بیشتر دوست دارم. شما یه دلت بسوزه خودت رو من غلط میکنم برم پلو یه ماده پلنگی بیا باید لده چاید.
حساب میزی کردی؟ بله خیلی وقتی از زودتر بیا بریم همون زمینه رو معاملش کنیم. آقای زاهبی اقلا من باش خداحافظی کنیم. نه از طرف من شعور باش خداحافظی کنیم. بودو دو تو باداش دو تو بگم هر کده درم بلند شو ببین کجا میاد. ببخشید من فرد کاس رفت اصفهان گردش کرد بعدم رفت شیراز. چی کار باید کرد؟ هیچی خانم، همین الان یه بلیط هواپیما یه میلیون. نه با هواپیما نه، من کاس همه جوری با اتوبوس رفت. خیلی خوب. اتاق شما در هتل محفوظ بمونید؟ بله بله، من بعد از یک هفته برگشت. الان چی بیتی؟ ببخشید برای فردا صبح اصفهان جا داری؟ البته صندلی جلو باشه. صندلی شماره یه به نام خانم لوچیلا. بلیط برای شما رزرو شد خانم. مرسی. فردا صبح با تی بی تی میره اصفهان. صندلی یکم براش رزرو شده. من الان تلفن میزنم صندلی دو را برای تو رزرو میکنم. برا من؟ من قبرم اصفهان؟ بقل دستش میشینی و به طور ناشناس سر حرف باش باز میکنی. همه جا باشدی تا برگرده. میشه. خدا آخر آقاتمون به خیر بکنه. بر پدر این مارچلو لعنه، چه مصیبتی برام درست کرد. من میرم به تیویتی تلفن بزنم. خانم خفه شدم، لوله دودکش دارم اون طرف بکنیم. دودکش چی هست؟ دودکش یعنی لوله ایزازه دون ایزازم چی نیفهمه. خانم شما ماشین دودی را انداخته این؟ ماشین دودی چیه؟ ماشین دودی یعنی شما. دارم از دود سیگار شما خفه میشم. خب تقصیر من چیه؟ تو اتوبوس استعمال دخانیات ممنوعه خانوم، فهمیدی؟ استعمال چیه؟ استعمال کردن دیگه. من چرفتم یه سیگار استعمال کنم که شما بفهمید. خانم جون شما جوونی، اصلا دخانیات برای شما خوب نیست. دخانیات چیه؟ نه عجب گرفتار شدین. دخانیات یعنی سیگار، توتون، کوه، زهرمار، تریاق، شیره، چپق. چپق چیه؟ لا چپق یه چیزی از این دراز اینقدر میزن دهنشون فرید، مول مول؟ عجب گرفتار شدم. چپق یعنی پیپ. بله درست درست. پیپ هم یعنی بچه چپق. بنویس کلاس باز کرد. ببخشید آقا، سیگار خدمتون هست. خیر آقا، بنده دودکش نیستم آقا، ایشون سیگار دارن. آه سیگار مثل می متشکرم خانم آقا. چی میگو؟ کاریش دارم. دودکش هم دو طرفه شد حالا. خدا به پای همشه پیرتون بکنه. خدا یه عقل حسابیم به تو بده پیر من. شما کجا کار؟ من رفت اصفهان گردش کرد، بعدم رفت شیراز گردش کرد. آه چه خوب. منم رفت اصفهان گردش کرد، بعدم رفت شیراز گردش کرد. خیلی خوبه. من تنها هست. شما اصفهان شیراز به من نشان داد؟ باشه منم تنها هست، همه جر به شما نشون داد. یه کارش بکنیم. آه مرسی. اسم من هست لوچیلا، ایتالیایی. لوچیلا؟ اسم منم هست محسن، اصفهانیایی. محسن؟ موسل نه محسن. منم که گفت موسل. باز گفت موسل. باز گفت موسل. ده دقیقه اینجا استراحت میکنین. چایی مهمون تی بی تی هست. موسل اینجا چی هست؟ اینجا قهوه خونه است، باید چای خورد. آه اسم قهوه خانه چی هست؟ چی میدونم، قهوه خونه قنبر. آها قهوه خانه چمبر. چمبر؟ چمبر به من چه هرچی میخوای بنویس، بنویس سیاه چمبر. بفهمم پیاده شد. نهار کجا باید بخوریم؟ ایستگاه بعدی، البته مهمون جیب خودت. جای با شفای آقا. بله قرصا خورده. ببین آقا موسیل. آه بیا موسیل. آقا من میخوام اینجا چای بخورم. لا خیلی قشنگه، خیلی قشنگه. باز گفتی محسن. اسم من محسنه. خب مهم نیست. چرا خیلی مهمه. محسنه نمیشه خور، اما اگه محسنه بخوری میم همیشه بلاوی سر میاد.
ببخشید آقا، بازم خواهش میکنم آقا یه سیگار دیگه به من بدید آقا. بنده یه دفعه عرض کردم آقا دوچش نیستم آقا. دوچش نیستی؟ خیلی. او سیگار؟ شما خیلی خیلی ممنونم خانم آقا. خیلی متشکرم خانم آقا. خیلی ممنونم بنده خدا بنده آقا. خوشبختم بنده خدا. خدا بنده آقا. چه فرقی میکنه؟ جهلی خاجه. اسمم محسنه. افتخاران لوچیلا. وقتم لوچیلا. خدا به پای هم دیگه پیرتون کنه آقا. آقا میشین که تایه با هم عروسی کردید آقا. بله. آه وقتی شما رو نگاه میکنم به یاد جوونی های خودم میفتم آقا. که تایه عروسی کرده بودم و با یه جوونم که حالا دیگه نیستش مثل دو تا کبوتر بالغ دو کامونو به هم میمالیدیم و بخبخو میکردیم آقا. بخبخو. ما بدون بخبخو کار خودمونو میکنیم. شما فکر بقبقو خودتون باشید. من دیگه بقبقو ندارم. بقبقوی من پرید رفت. هر وقت تا کبوتر میبینم شاعتا میشینم و بقبقو کردن اونا رو نگاه میکنم تمشو میکنم. هر وقت کاشونو به هم میمارن لذت میبرم. وقتی بقبقو میکنن خوشحالی گریه میکنم. خواهش میکنم آقا، جوانی و شادابیتون زود از بین میره آقا. تا وقت دارید اون چه که میتوانید بقبقو کنید آقا. زود باشید بقبقو کنید آقا. آلی آفو نه، آلی قاپو، چرا پتی؟ آه بله، آلی قاپو، شما بله. آلی قاپو نشان داد. بقبقو، یعنی شش. بعد هم مچدیش ها نشان داد. اونم بقبقو. بعد هم مینو جنبان نشان داد. بازم بقبقو. خیلی داره زبون خودم یادم بره کفتری میشه. برپده لعنه ده های بنده خودم، چه زبون کفتری یاد من زدی. شما فارسی کجا بلد شد؟ در دانشگاه روم فارسی یاد گرفت. فارسی، انگلیش، فرنش. باره چلا بخبخو، باره چلا. شما چند زبان بلد هست؟ خیر زبون خودم دوتا، زرگری و کفتری. خیلی مشکله. بخبخو، بخبخو، بخبخو. باره چلا، آفرین جنده باشی آقا، که نصیحت منو فراموش نکرد. آفرین، باره چلا، بخبخو. مردو شروع کنید با کیسه من کو؟ آه موسیل باید گفت موسیل؟ چی داشته؟ کیسه منه، مالی من نیست، گم شد. کیفت گم کردی؟ کجا گذاشتی؟ انگار دست رو به اتوبوس اومدی پایین. آه بله فامی، کیف آنجا گذاشت، پول من همه در کیف بود. پولات همه تو کیف بود، ای داده بیداد. آقای راننده بی زحمت نگه داری؟ بای کجا نیست؟ اینجا چه نیست؟ جامی نه خیلی باید گم شده، حتما بردن. کجا گذاشتی تو آخه؟ اینجا موتل، اینجا باید گم موتل. ببینم برای خلاصه کیفو بردن، اما اونجا که دوست پیدا نمیشه که آخه. یعنی میخوای بگی یکی هم مسافرها برداشتی؟ من اینه نمیخوام بگم، اما میدونم دهاتی هم هیچ وقت دوست نمیشن. من باید رفتی رو. مگه شما نمیخوای اصفهان شیراز گردش کرد؟ چرا، ولی پول نداشت. خیر خب من به شما داد. متشکرم. گناه داره دیگه، اما زیاد نداشتا، فقط به اندازه دو روز اصفهان، دو روزم شیراز. متشکرم. شما به من داد، بعدن پاپا به شما داد. خیلی خوب، من به شما داد، پاپا به من داد. اما یه چیزی، از مرغ و جوجه سرخ کرده و بوقلمه و فیل چوا و بیفتک و میشل استرگوف و زهرمار و کوفتان چیزا خبری نیستا. پول کم هست، باید غذا کم خوردنی. فقط نون و پنیر و ماست و سبز خوردن و مست و خیار و تاس کباب و این چیزا. بعد رختان خوراک گوش کوبیده. هتل هم هتل درجه 3. تلکوب موسل، کیف پیدا شد آقا. چی پیدا شد؟ تمام تقصیر شماست آقا کفتر میرزا. تقصیر منم؟ بله، هی ما رو کفتر رو کردید. بخبخو چیف رو بردشان بردن. بیا بریم همشه، بفهم بریم. شیگار منم که کیف شما بود. یه پاکه شیگار بر من بخرین رو. موسیقی
سلام، خسته نباشی عباس آقا، خیلی خوش اومدی. بفرمایید آقا. آقا ما می‌خوایم دو روز اصفهان بمونیم، بعد بریم شیراز. بفرمایید تو دفتر تو بهتون عرض کنم. ببخشید آقا، مسافرخونه ارزون قیمت کجا سراغ؟ بفرمایید تو دفتر تو بهتون آدرس بدم. بفرمایید. دست شما درد. خب آقایون دیگه خدا. سلامت آقای بابا. چون من دیگه شما رو نمی‌بینم، خواهش می‌کنم یه سیگار به من بگیرید. آقای بره. بیا آقا این پاچه رو بگیر. شر بده بگیر. ممنون خدا به شما. خدا به شما. سلامت. سلام علی میگم. حالا چطوره؟ اینجا چیکار می‌کنی؟ کار می‌کنم. درد اومد یه سوال. والا من به پام. چجوری بهت بگم؟ خلاصه خانم فرنگی ها اردم اصفهان و شیراز بهش نشون بدم. فهمیدی؟ بعد دیگه نگاهش نکن. ببین محسن جون، مادرت با هزار زحمت دختر رو پس پیدا کرده، نکنه با این همچین عرضی کرده؟ نه تو ببین، من فقط مواظب بشم. الان میرم خونه، هم مادرم میبینم، هم دختری که برام پیدا کرده. همین دو شب کرایه مسافر خونه نمیدم. ببینم تاکسی هر دون تسیه درشکه. تاکسی پنیدی یا درشکه؟ درشکه سیده. یه درشکه سیده بدونم. بریم. قربونت برم محسن جون. سلام بابا جی، خوشگلم. قربونتو برم. محسن اون دخترش چی؟ این لوچیلا هم سفری منه. سلام مامی. بیا جلو. سلام. این مادری منه، اینم آبا جی منه. خوشبختم. خاک بسرم صورتم احتیاطه. کجا میری؟ میرم آبش بکشم و برگردم. این درزه بادر مسافر خونه؟ مادر یه دختر خوب واسه زیر سر گذاشته، یه دختر نجیب و سر برا که لنگه نداره، خیلی هم خوشگله، مثل قرص ماه میمونه. زهره خانم. بالا. سلام. سلام. سلام علیکم. حالش ما چطوره؟ مثل که خیلی خوبه. ننه جم خوب. چشکی دخترم روش نمیشه با شما حرف بزنه. خب ما برای مسافر خونه، به مادرم بگو وقتی از شیراز برگشتم یه سر بهت میزنم میرم تهران. باش. راستی ببین مزنه این دختره چنده؟ مهریش بالاتر از هزار نباشه. خیلی خدا حافظ شما. خدا حافظ شما. به سلامت. به سلامت داداشتی. اینم هتل سیروس، همینجا نگرش دار. نگرش بیا پای خونه. بفهم بیدی من. ببینم گفت که اسمت چی بود؟ لوچیلا. لوچیلا؟ آخه لوچیلا هم از شون چیکار کنم؟ خب یه اسم ایرونی براش بذارم. اسم من برای چیکار؟ آخه من باید شما رو تو هتل زن خودم معرفی کرد. زن تو؟ نه نه که نه، ما که پول نداریم دو تا اتاق اجاره بکنیم، مجبوری توی اتاق چپ لالا چپ. همشیر استرس من، خیالت راحت باشه، من تو کمد رفت خوابید، شما در کمد قفل چپ. فهمی؟ بابا یعنی بیا تو. سلام علیکم. یه اتاق برای دو شب میخواییم. دو تخته میخواییم؟ نه یه تخته بسمونه. میچستیم به هم. آخه ما تازه با هم عرضی کرده ایم. خواهش میکنم اسمتونو بریم. اسم زنم لوچیلاست، اسم منم محسن. محسن؟ ببخشید محسن. آها ببخشید. عزت زنم بهم گفته، منم عادت کردم. محسن مرزن جوش. شناسنامه همراهتون هست؟ بله تو چمدونه. نه لازم نیست. بزن درم. شما که دروغ نمیگید. خواهش میکنم. درم دیگه. ببر شما اتاق 23. چمدونشون هم ببر. بریم زن عزیزم. بفرمایید این اتاق شما. فرمایشی نداری؟ نه به سلامت. بی خود فکر نکنه من اینجا نخوابید. میرم این توالت. اینجا توالت نیشه خوابید. بیده سخت. بیده سخت اینجا. جا خوابیدن نیست. میرم این تو بخواب. خب تو کمودم نمیشه، برام کوچیکه. پیدا کردم. من اینجا تو بالکن خوابید، شما تو اتاق روی تخت خواب. این پردم تا صبح چشید. خیلی خوب. بله خیلی خوبه. فعلا برم برای شکم فکر یه غذایی بکنم. ساندویچ میخوریم؟ او نه مسهل، من امشب رستوران غذا کن، بعد پاپا به شما داد. بله خوب باشه، چون دفعه اوله زف رستوران خورد بعد پاپا داد، اما این رستوران اول آخرت باشه. او نه نه، دو دقیقه صبر کرد، من لباس عوض کرد بعد آمد. برو تو عوض کرد، منم صبر کرد.
لازم شد. خیلی خوب، بفهم رفت رستوران. سلام عرض کنم. سلام. اومدم نهار بخورم. البته اگه اون نباشه. چی؟ دختر خارجیه، ایتالیایی رو میگه. آها، نه خیر، ایشون امروز رو برای چند روز رفتن اصفهان برگردن. خب، الحمدلله. خدا میدونه تو اصفهان چشم کدوم بیچاره رو در بیاره. خانم، من جای شما بودم دیگه این دختره رو تو این هتل راش نمیدادم. چرا آقا؟ اتفاقا دختر معقول و مؤدبی. به ظاهرش نگاه نکن خانم، این دختره دیونه است. حالا 5 تا چشم خواسته در آورده. حتی از قیافش معلوم بود. ببینم آقا، شنیدم اون دختر خارجیه رفته اصفهان. بله، با اتوبوس. من خودم بردمشون تی بی تی. بیچاره اون بدبختی که رو صندلی بغل دستش میشینه. اتفاقا یکی از دوستای شما نشسته بود. رو صندلی بغل دستش میشینه. اتفاقا یکی از دوستای شما نشسته بود. آه؟ همون آقایی که دیروز اینجا با شما حرف میزد. اون هم نشست بغل دستشون رفتن اصفهان. کدوم دوست من؟ همون آقای اصفهانی که به من گفت به شما بگم تلفن شما رو میخواد. فراموش کردین؟ آها، درسته. وقتی رفتم تلفنم برداشتم دیدم کسی نیست. پس اون تلفن دروغی بوده. اون ناقلای جردن کلوف به من حقه زدی که خودش دختره رو ورداره بره. پدرشو در میارم. اگر مرغ بشن به هوا برن، آهو بشن به صحرا برن، ماهی بشن به دریا برن، میجورمشو. به من میگن ظاهر می. حالا وایسا و ببین. خب دیگه عزیزم، خداحافظ. صبر کن ببینم. چیه؟ چیکار خداحافظ عزیزم؟ این مسافرت اصفهان یوها از کجا پیدا شد؟ من نباید علتشو بدونم. علتش از ایناست جونم. یه معامله خیلی خوبیه تا پول توش نباشه که من قدم بر نمیدارم قرونی شکلت برم. خب این معامله چی هست؟ یه که زمین مرغوب به کسی نگیا. از وقت که کارخونه ذوب‌آهن اصفهان درست شده، زمینای اصفهان قیمت طلا رو پیدا کرده. دو سه روزه میرم و برمیگردم. خب از این تیکه زمین چیزیش هم به من میرسه؟ از این تیکه نه، چون این دو نفش فقط به درد خودم میخوره. اما اگه بخوای یه که 10,000 بتی جدا به اسم میخرم، بخرم. دیگه سوال نداره، خودت باید وظیفتو بکنی. شش قربونت برم، میخرم. خداحافظ. بارا نمیگیره زیر شب چم؟ بارو بادم جون، بم آفت نداره. خداحافظ عزیزم. کیلومتر کیلومتر به یاد تو ازم فدات بشم. آره تو بمیری، تو گفتی و منم باور کردم. درست بیشتر تو ندیا. شش عزیزم. بای بای. خداحافظ. اینجا سیاسه پوله. خیلی خیلی قشنگ هست این سلسله بول. سلسله بول نه، سیاسه پول. اینم عالی قاپوه. این چقدر قشنگه. قاپو عالی. قاپو عالی نه، عالی قاپو. عالی قاپو. بازو عالی قاپو. دبرو دبرو دورش که چی مردنی دبرو دیگه. اینم هتل شاه عباس. دیگه چی میخوای؟ خیلی قشنگ، متشکرم. خیلی خوب باشه. آقای گارسون، بیا اینجا. حسابمون چی میشه؟ بفرم. دو تا چای 20 تومن؟ ناراحت نشو موسیل، بعد پاپا داد. خیلی خوب، بلند رو بریم. پاپا داد، پاپا داد، معلوم چه داد. بله، گرد سلطانی است، خیلی هم خوبه. الان که چرا 1000 تا جعبه نخرید؟ رفتن چپ کنم. ببخشید پاسبان، دفتر دیویدی کجا؟ بفرمایید تو چهارم. دفتر چپ. متشکرم. بفرمایید. ببخشید آقا، با سرویس پریروز از یه خانم خارجی با یه مرد ایرانی اصفهان پیاده شدن یا مستقیما رفتن؟ اجازه بدید. اسم اون خانم؟ لوچیلا. لوچیلا. درسته، خانم لوچیلا به اتفاق علی محسن مرزنجوش اصفهانی هر دو اصفهان پیاده شدن. متشکرم. نفهمیدید کجا رفتن؟ والا سراغ یه هتل ارزون از من گرفتن. بلد. منم گفتم برید هتل. خیلی متشکرم. چه دستی بری؟
آقا ببخشید تو مسافراتون ببینید خانومی به نام لوچیلا داریم. لوچیلا؟ بله بله داریم. با شوهرشون تو اتاق 23 هستن، اما فعلا رفتن بیرون بگردن. با شوهرشون توی اتاق؟ بله چطور مگه؟ مگه عیبی داره؟ نکنه کلکی تو کارشون؟ نه اونا دوستای من هستن. خواهش کنم یه اتاق نزدیک اتاق اونا به من بدید. بیچارتون میکنم، پدرتون در میارم. روبروی اتاق اونا اتاق سر خالیه. خواهش میکنم برقرار کنم. چشم. اما اونا نفهمن من اینجا هستم. نه خب یه وضعیت چی بود؟ یه پدری ازش دارم که خودش حس کنه. آقای زاربین چمدون داریم؟ بله بله یه نفر برو اونا رو بیار. چشم. ای کوری خب به باز گردنکانو ببین چجوری لغمه رچنگ من در رو. اون وقت به من میگه دختر خطرناکی یه چشه رکاسه در بیاره، اما برای خودش هیچ خطری پدر به در میگرم. ببینم آن اینا چه وقت برمیگرد؟ صبح میرن شب برمیگرد دیگه فرمش نداریم. نه خیر بزن من یه دیدی بزنم. شب چه ساله تا صبح هم شدم جنبی تمرکم تا بیام. شما رفت اتاق، من با ظرف دوستم پول قرض کرد دیگه برای شیراز پول یخ. مرسی موسیل. پاپا داد؟ بله میدونم پاپا داد. منم فعلا رفت کت و شلوار گرو داد تا بعد پاپا داد. خدا موسیل من خیلی گرسنه هست، زود برگشت. فهمید موسیل؟ آره فهمیدم، تموم اسپانی هم فهمیدم من موسیلم. اسم یرنو بزله زهر ماره. ای خدا جوام انگار اومدش. چرا تنها اومده؟ پس شوهر قلابیش کو بهتره تا سر خبرشته برم تو اتاقش. پیش خدمت هست باتباته؟ بفهمید جار اجازه دخول ساده شد. سلام لوچیلا. شما؟ من فکر شما پیش خدمت هست. من هم پیش خدمتم هم پیش برکت بیشم. من شما چرا آمد به اصفهان؟ من آمد اصفهان گردش کرد بعد رفت شیراز گردش کرد. چه خوب، منم اصفهان گردش کرد بعد رفت شیراز گردش کرد. قرون گردش کرد دارت برم الهی فداد بشم من. من نفهمی شما چی گفت؟ هیچی، گفتم عشق شما منه کشون به اصفهان. شادم نه هم لباد میتر که شما از مرده که اینی کنده دار. نمیدونم کجای من خنده داره؟ دماغ شما. دماغم؟ آها با همین دماغم بود یه بور کشیدم تا اسمان پیدا کردم. من فکر شما هست گربه. آره عزیزم من گربم. من یه ماچ بده امو. من یه ماچ بده امو. شما خیلی هست با حرارت. عزیزم حرارت من هیچ تنوری نداره، مخصوصا وقتی چشم به یه زن خوشگل میافتا دلم مخواده ببوزنش بیه جلو جونم. منم زود چشای شما رو در نکنه. اون استانیه راز گفته باشه، پس چرا چشه اونی که باش روی تخت خواب بیخوابی در نمیاری؟ موسیل مرد خیلی آروم، من اینجا کابید موسیل توت راز کابید رو بالکن. آره تو ببینی تو گفتی و منم باور کرد. یعنی این پسر گردن کنم دیشب توی اتاق نه شما رو بوسیده نه روی تخت خوابیده. اینجای بابای دروغ. شما گفت دروغ. لعنت خدا، پس اگه راست بگید چرا دو تا اتاق اجاره کردی؟ موسیل پول کم داشت، منم پولمو دوز برد. آخه چطور ممکنه یه گردن کلوف با یه همچی تیکه توی اتاق روی تخت نخوابه؟ چی گفت شما؟ هیچی، گفتم موسیل خیلی مرد خوب و نازیه. من کاس رفت رستوران غذا خورد. شب بخیر. باشه منو بیرون میکنی؟ بله. خیلی خوب میرم ولی باز دوره بر میگردم. به موسیل نگی من آمده میگه الان که قربونت برم. نه باشه نگه. خداحافظ. قربون اون چاچا گفتنه دارم الهی خوابم. من این شباز با چینا رو بگیرم.
هزار زحمت باز تونستم یه پول بکنم. بیا این ساندویچ پنیر حلوا بس برای استدم. نمیدونی چقدر خوشمزه. پولش هم از بابات نمیسونم. شما یه لقمه خور. من امشب باید اینجا بمونم و خواهر و برادری اینا رو ببینم. دلم میخواد این گردن کلوف بلند شب بالکن بیاد روی تخت خواب سراغ این دختره. کاری میکنم کارسو. زود باشه. بسی که اومدم. خیلی خوبه مرسل. معلومه ساندویچ پنیر حلوه تو همه دنیا معروفه. مرسل، یه ساندویچ پنیر حلوه دیگه خواست. نه دیگه زیادیت میشه دل درد میکنه. حتی کمش خوبه. فهمیدی؟ موزوته خور چپ بعد چپلا رو چپ صبح زود بعد شیراز. او شیراز؟ آره دیگه. آن نه. چرا؟ من هنوز منو جنبو ندید. با. مولا جنبو؟ دیگه پول نداریم وایسیم اصفهان. مولا جنبو خیلی دور از شهر اصفهان است. باید کلی پول ماشین بدیم تا بتونیم بریم اونجا مونا رو بجنبونیمش. زود باش بگی بخواب. شب بخیر. شما رو دوست داشت اومدم اینجا شما رو نگاه کنم تو تله افتادم. ای بچه‌ست الان مسهل فرازت و شما کشت. نه 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 تو رو خدا این کارو نکنی. من بدون مسهل کارم خراب شده. الهی که خود رو قد و بالا برم. در اتاق باز کن من برم. قول میده بعد این غلط ها دیگه نکن. در چه خاکی به سرم شد. لوچیلا چه خبرست؟ تو برو اونجا این بگید اینجا تو رو خدا نگو من اینجا هستم. خب گفتم صبح بخیر. خیلی زود تشریف میبرید. بله بله بی زحمت صورت حساب. آقای زاهربین دستور دادن پول از شما نگیریم. شما مهمون ایشون هستید. همون پیره من؟ بله بله. خدا سایشون از سرمون چم نکنه. مرده.
بیچاره اون پیرمرد دروانه همون کفه شد. نه ترس هم شده، اون پیرمرد نمیمیره. این پیرمرد که من میبینم آبم از سرش دربره خفه بشو نیست. خلاصه خوب چایی زندونش کردم، اگه 10 تا آدمم کشته بود همچین زندونی گیرش نمیمیره. ببخشید آشیگار خدمتون اجا. بله بازی آقای بقبقو. بله شما هم شیراز تشبه. بله بله آقا، من همیشه در مشاورتم آقا، میخوام این آخر عمری خوش باشم آقا. شیگار چی شده؟ بله آقا دیگه خرج نداره آقا. بله سیگار که مفت آقا. بله بله تی بی تی هم که مفت آقا. بله حتما لابد شام و نهار هم مفت آقا. ولی همیشه کبریت میخرم آقا. راستی شما این دو روزه در اصفهان با خانم خوب بقبقو کردی؟ بله آقا. شما چه فنون چند تا بچه کفترم پیدا کردیم آقا. اینجا آباده، اما چیز خریدنی نداره، فقط چای قند پرو داره. محسن اونجا چی هست؟ میخرن اینجن به حق اسم اعظم. بستم نیش کمار خطرناک و بستم دمت را سمت را. اونجا معرکه است، چجور حالش میکنم؟ بیا بریم شما اونجا را دید، ما چه همه چیز نشونه دون داریم، معرکه ما را بریم. ولی هر کی دلش میخواد و نمیترسه میتونه همین الان که دمشم بستم امتحان کنم. امتحانش مجانی، جایزم داره، جایزشم چون این مرشد فقیره نورستنگی. من ترسید تا من اینجام نترس، حواظ دارم. یه نمایش حیرت انگیز براتون بدم، احتیاج به کرم شما، به کیسه پرفتوت شما دارم. گر نداری معرفت ساکت نشین و دم مزن. گفتم نترس همشیده. شما ترس نکرد؟ اگه قرار بود بترسم اول از خود شما میترسیدم. آیونه مفترم، هرچی مرد دستشو بکنه تو جیب پرفدوفتش و یه چیزی به ما کمک بکنه خدا حوضت بده آقا. ای بچه انسان تبومی نینگورین زد یار بعد، یار بعد بدتر بود. بداشین این مارگیره؟ بله پس موشگیره، داره مار بگیره دیگه. بازی آقا پیره من؟ بله ما پیره مرد هستیم که از چی نمیترسیم، حتی از ما رفی ببین اونم هم سن من. اما شما با اون پیره مرد خیلی فرق دارید، اون با جونش بازی میکنه، اون نون میخوره و عرق میزده، شما تو همون بخور عرق. چرا گولم زدی و گفتی خانم چشمای منه در میاره؟ برای اینکه خودت باش بیای. آره برای اینکه این مادمازل نومزد منه تو شما بخواستی با کمال پر روی لقمش بکنی. اگه بازم بیای دنبال من همون جای زندونی میشی که دیشب بودی. یا راستی دیشب خوش جای شما خالی. راستی من از حرکت دیشب خودم معذرت میخوام چون نمیدونستم نامزد شما. حالا از شما خواهش میکنم چون ماشین من خالیه شما با هم بیایم بریم شیراز، بهتر از اتوبوسه، هم کیفش بیشتره هم حدتون با منه. بفرمایید بفرمایید. آقای راننده چمدونای این خانم آقا رو بذار پایین. بفرمایید. مثل چنه به ما چسبیده. بریم ببینیم چطور میشه. ببین جونم این خط عمرت خیلی طولانی، مثل خود من 100 سال تموم عمر میکنی. اگه 150 سالت هم بشه باز خودم مخلصتم. حاضرم تمام اوم نوکریت رو برو خد و بالات برم. من آقای کفتی مثل که فرمودی خسته ایده، میخوانی چند ساعت بخوابید اونجا دورت بگردد. آقای بی سلیقه آدم به حلدتی همچی لوبتی بشینه خوابش میبره. دو تا بچه پیده میکنه، اولیش مال منه، اما دومیش هم انشاءالله مال خود من. تو ببینید سومی و چهارمیش هم مال خودت است. یه بچه بهت نشون بدم که خود حل بکن. صبر بکن. من هست تشنه. تشنه دارید؟ من از تشنگی موت کرد. اجازه بده من خودم بزن من برم بخرم بیارم. نه این وظیفه منه. ای بچه سبونه بوده برنه با تم ماشین رو یه بابایی ازت دارم. ببینم ماشین های شیراز چه وقت میرسن؟ اتوبوس ها همه رفتن، فقط باریه و زغالی ها. خیلی خبار دنبال کنه.
برگی سوی همچون کمنده. دو من دش دوست دارم اون لبونه هم تو قنده. حواست بده جلو ماشینت بر اون چپه نشین. دو من دش حاضرم زنبور بشم دور لبونش. اونم تختی جمع شده ما. قشنگت ها؟ بله خیلی قشنگه. آره خیلی قشنگ بود، اما حیف که من تو روزا نبودیم با چشم خودمون ببینیم. قشنگی عظمت اینجا رو جد آبار تو رومیای قدیم دیده بودم. اون مجسمه‌های سنگی رو تماشا بکن، اونا هزاران سردار اسیرن که کشورهای مختلف با توفر و پیشکش‌های گرون قیمت با سرفکندگی خجالت از این پله‌ها بالا می‌رفتن و مثل موش می‌لرزن تا بتونن جلوی داریوش خشایارشا پادشاه‌های بزرگ ایران زانو بزنن طلب بخشش بکنن. خراب نشد، آتیشش زدن. کی آتیش زد؟ یه مرد دیونه کل خوشی به نام اسکندر، یا به قول شما الکساندر. وقتی اون دیونه به ایران حمله کرده اینجا رو گرفت، یه ضعیفه هرجایی به نام تاییس که رفیقه اسکندر بود اینجا رو به آتیش کشید. هرجایی و رفیقه چی هست؟ هرجایی یعنی هرجا میره دیگه، رفیقم یعنی مترس. آه فهمید. حاله تاییس مترس پرستخته اسکندر خیلی خوشگل زیبا بود، شاید هم شکل تو بوده. بله این گیسپوریده وقتی عظمت زیبای تخت جمشید میبینه، مثل بعضی از زنها که نمیتونن بهتر از خودشونو ببینن، از دیدن اینجا سیماش قاطی میشه و از اسکندر میخواد که اینجا رو آتیش بزنه. اون نامرد الکلی هم بدون معطلی دستور افریت خانم اجرا میکنه و کاخی رو که تو دنیا لنگش پیدا نمیشده خیلی آجیده شدن دیگه فایده نداشت، حتی خود اسکندر. بسته دیگه، حالا برای من گیریه کن که از کار زندگی بازم کردی و الاخون ملاخون شهرسون هم کردی. آره بخن، تو هم با اون ضعیفه به دستوقه تاییس زیاد فرقی نداری، مونتا اون تخت جمشید آتیش زد، تو داری من آتیش میزنی. او نه من تاییس نیست، من هست لوچیلا. من بناهای تاریکی دوست داشت، در روم پایتخت کشور من اینجور بناها زیاد هست، اما هیچ کدوم عظمت و غرور اینجا نداشت. Thank you.
هفت دیگه فکرشو نکن، بیبریم داره دیل میشه دا. من از تو خیلی ممنون که اینجا به من نشان دادی. کاش زودتر نشونش داده بودم. وای اسکندرپیر اومدش، برو بریم بودم بودو. چی؟ آقای ظاهربین از لطف شما متشکریم. ماشین شما سی و ساله به پیوست تقدیم میشه از مرزنجوش و خانم. مرزنجوش و خانم؟ حسرتی خانم حالا به دل بیزارم. ببینه پسر، این زن مردی که توی ماشین بوده نفهمیدی کجا رفتن؟ چرا دیدم مردشون رفتن اون بالا. اون بالا؟ یه سو بابا تو رو در میارم. بزنم اینا کجا؟ از تو طرف مفتن. اینا اولای بچه کلا سر من میداری؟ وای تو ببینم جت پایین تا شیراز با تاکسی باید رفت. خیلی خوب. بی زحمت دوستا هم ورده بیگل. یا خود سکو. یه بلای سرش بیاره. آی تاکسی تاکسی. یالا یه خورده تانتر برو ده بجان. دارم برم دیگه بابا. یه تانتر برو بیزن تو سره پا. نمیتری بابا با پر رو میکشه. نمیخواد پیاده شو. هلا خب یالا بیا بالا. دست پدرش هم بخواب بجو بیالا. نه بخواب. ببخشید آقا، دو تا اتاق پهلو هم به ما بده. با موسی چی کار میکنی؟ دو اتاق لازم نیست، یک اتاق بهتره. یه اتاق؟ نه دیگه اینجا اسفانو نیست، دو تا اتاق میستونیم که راحت بتونیم بخوابیم. دیگه اینجا برن نگی موسلا اسفونیا فهمیدن من موسلم دیگه شیرازی اقلا نفهمم. بفرمایید اتاق شماره 17 و 18 لطفا این ورقه رو پر کنید. این مال شماست؟ خواهش. این مال من. بزن منو قلم رو خدا دارم. میترسم پیش یه بیاد جامونو پیدا کنه. بهتره اسممونو عوضی بنویسیم. تو تر با دادم این نون نخوردی؟ لا 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 یالا دیگه جمعه بکن بیرم دیگه. عجب گرفتاری شد بابا، هجه ارزه داری خودت گیر بزن. خودت بزن بیتون. اینه کاری نداره. کاری نداره خودت بزن بیتون. زود باش یالا بکنم. تو منه بزن پلو من بزن پلو ببزن مرکب بزن، مرکب ده، خسته شدی؟ بس با خواهد بزن، برو اون برای عدر
بشور اون موتور تو بس موتور دختی حجب گرفتاری تو ارس شهر ساوام جهر فرطلاف کاره نگردان نگردان ایداد موتوری هم رفت موتور جورم الهی که قربون خود تو موتورت برم نگردان موتورت برو بایسا با خط یازدوی تو گرفتی به شیران یه ماشین که بود نگردان باش خوش اومدید آقا. منم از زیاد خوش اومدید. چیکار هستید مجنون آقا؟ بزنم از را برسم آقا؟ متشکرم. شما تنها تو این بیابون چیکار میدنی آقا؟ قالب گذاشتن آقا. چرا آقا؟ تا چشمم کور شد آقا. درست آقا. باید کور بشه آقا. مردی که تنها مسافرت کنه آقا و زنشو همراه خودش نگیره آقا بایدم تو بیابونا ویدونست. اگه شما هم بغبغوی خودت با خودت دورده بودی آقا الان مثل اون زن و شوهر با هم بغبغو میکردی آقا. بغبغو بغبغو حف که مال من پرید آقا و الا من و اونم الان با هم اینجا بغبغو میکردی. داشتی بغبغوی شما کجاست؟ آقای من یه گردن کلفتی خورش زد برده باباش در بیارم. مهم نیست آقا مهم نیست. مال من هم یه گردن کلفتی خورش زد. هم از من پول دارتر بود هم جوانتر. اون گردن کلفتی که مال منو برد یک چه پول تو جیبش نداشت. شکی بیا فکرشو نکن آقا. بیا بیا به یاد از دست رفته هامون به یاد اون چفتره قشنگ خودمون با هم بغبغو کنیم. بغبغو 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 خیلی خوب بابا برم کن آقا. بغبغو کن میگم برم کن آقا. بغبغو کن بغبغو بغبغو آقا بغبغو 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 آخه بی انصاف آباد لاستیگی چرا خالی کردی؟ بخی نیادم اینجا چشای آقا بی زحمت این لاستیک رو عوضت کنی تا ما یه چند تا تلفن به دارو باید برو آقا بله مرده ایرونیه زنم خارجیه همچه مسافری نداری؟ هتل سعدی رو بگیرم متشکر خانم قلمی و بلنده موهاشم طلاییه اون مردم گردنش کلافت گردنشم تبر نمیزنه نداری؟ آخه من تموم هتلا رو گرفته تخت جمشی متشکرم بله چند صف قبل تشبه بردن اینجا اسمشون چیه؟ اون زنه لوچیلاس آها اسم مردم محسن نشونیه که دادی تمام درست و صحیحه ولی اسمشون درست نیست اسم اون آقا مرزنجوشه اسم اون خانمم سغرا خانم خودشون بفرمایید ببخشید آقای مرزنجوش و سغرا خانم کدوم اتاق هستن؟ شماره 17 و 18 شما خیلی با اونا دوستم نزدیک اتاق اونا یه اتاق به من بدید زمنان حساب اتاق اونا با من بسیار خوب والا یه اتاق روبروی اونها موجوده اما چهار تخت است چهار تخته؟ بله چهار تخته میخوام چیکار کنم؟ هر شب روی تختش بخوابید از راهنماییتون خیلی متشکرم بسیار خوب بگی چمدون رو من ببرن تو اتاق ببخشید سغرا خانم مرزنجوش الان تو اتاقشونن نه خیر قربان یه چادر سیاه برای سغرا خانم تهیه کردن و رفتن شاه چراغ شاه چراغ بله شاه چراغ بود کمرشون بزنه موسیل شما چی گفت دارم با شاه چراغ حرف بزنم چی گفت من گفت خدا تو رو از شر اون پیریه حفظ کرد ای کوری حواست کجا؟ جارون موقعش خانم از تو کنه به اینجوری میفتن اینجا هم قبری یکی دیگه شعرهای محبوب ایرانه خواجه حافظ شیرازی خواجه حافظ نه خواجه حافظ محسن من خیلی گرسنه هست گشنه نیست میگم که عزیزم امشب غذا نخوریم رژیم بگیریم عادتمون خیلی چاق شده خیلی خوب امشب رژیم گرفتیم برای که دختر خوابید موسیل من جوراب نداشت شما برای من گرفت بعد پاپا به شما داد اومدیم بهترش کنیم بهترش کردیم خیلی خوب شما رفت هتل من میرم بازار جوراب برای شما گرفت بعد پاپا یه کلا به من داد مرسی موسیل
که تنها سرخرم نیستش. برم. کی هست؟ پیش خدمت هست قربان. یک جو سلام شونی. من شما؟ آره جونم، بازم من. مگه من شما رو فراموش کرد؟ تا کره مریخ هم بری دنبالت میام. بیای تو بذارو میز. با اجازه شما میخوایم امشب شامو با هم بخوریم. بفرمایید. موسیقی رفت ساندویچ آورد من کرد. دختر تا کی بخوای ساندویچ بخوری؟ پوست و استخون شدی. جوجه کباب بخور. بیا بریم عزیزم. اینجا بین جوجه کبابش خیلی عالی. حالا واسه یه گیلاس مشروبم میریزم بخورم که کیف کن. بس یخ بندازم واسه. اینم از این. اینم بازم که داری نگاه میکنی بخور. نه موسیل عصبانی شد. نمیذارم محسن عصبانی بشه، برای اونم میذارم. فعلا این گیلاس اولی رو بذار روشن بشی، دوتاییمون میخوریم به سلامتی محسن که میخوام سر به تنش نباشه. ببخشید کلید اتاق منو بدین. بله بفرمایید. یکی از دوستای شما هم اتاق شماره 15 هست. یکی از دوستای من سراغ شما و اون خانمو گرفت. اسما رو میدونه؟ بله گفت آقای مرزنجوش و سغرا خانم کدوم اتاق هستن. منم گفتم اتاق 17 و 18 حتما پیریست. چه خوشگلی لوچینا، چه مقبولی لوچینا، دوست دارم لوچینا، قشنگتری از جینا، من عاشق تو هستم، رم خود به این مسکینا. یار نازنینا بیا پیشم بشینا، با موهای چینچینا برا بکن همچینا، چقدر خوبی لوچینا، بیمان بیدی از اینا. چون پول طلا جواهر همه رو به کار میریزم، چم و باغم و کاخم و مالم و میستمش به تو عزیزم. پیره مرده ناقلا صاف اومده سو بره اتاق دختره اتاق گرفته. براد میگیرم ماچ بوست یه دونه به من، اگه تو ندی میمیرم. من مرده بریونت میدم. ای داده بیداد بچه رفته تو اتاق دختره. میدم لوچینا اون محسن رو بلش بکن، بلش با مشکلش بکن، لعنت به اون بلش بکن دوچینا. اوگه باز کفتار خوشگلی لوچینا، چه مقبولی لوچینا، دوست دارم لوچینا، قشنگ. پیری باجن چجوری زرد دختره رو دیده ازا؟ حتم را کن به این مسکینا. ای باجرس. ماچ بوست یه دونه به من، اگه تو ندی میمیرم. ماچ بوست یه دونه به من، اگه تو ندی میمیرم. ماچ بوست یه دونه به من، اگه تو ندی میمیرم. الان دختره میخوره نشا جواب ماچنه رو چی بدم؟ یک پدر زد درم که خود حرف بکنه. نوشی جون بخور. لوچیلا منم محسن، چیز محسن، برای شما جوراب خرید.
الان خواست اومد اتاق شما. همین الان اومدم. خدا الان مرسل اومد من دعوا کرد. خواهش میکنم شما زود رفت. خیلی خوب هر وقت خواهد من میرم. خواهش میکنم بیرون. پسره ببینید چجوری ایشه من حروم کرد. چرا حولم میدی دیگه؟ من بر میگردم دوباره. آخه گردن کرفت گندوک نمیتونست یه صد دیر طبیعی. به نصف شب مثل اجر معلق سر رسید. تازه داشتی کش میکردیم. چیز عجیب. ما کردی؟ تو اتاق بچه کجایی؟ من اینجا اتاق خودمه. غلط کردی اومدی دزدی بکنی؟ من تو اتاق دزدی به در جدر بیارم. اشتباه میکنی؟ الان پلیس خبر بکنی. غلط کردم. الان پلیس. وای وایسا وای دزد وایسا وایسا. راست میگی چهارده است؟ عجب اشتباهی کردم. برن تا جایی دزد منه نگرفتن تو اتاق خودم بگیرم بخوابم. اتاق تو؟ مگه کوری نمره نخوندی اومدی جهان؟ بگو بیرم مگه نمره نخوندی؟ خوندم اتاق شماره 15 آها خوب بچه تو گرفتم. بیا اگه سواد داری نمره اتاق یه دفعه دیگه بخون. یلا بیارینم دلو خلق شد آقای آزادن؟ بله ایشون آزادن میتونم برم خدافز. این زن و شوهری که ضمانت منه کردن کیا هستن؟ غیر از من لوچیلا مگه زن و شوهر دیگه هم سراغ داری؟ ای بجس حق باز حالا فهمیدم تمام این کلک ها زیر سر توه. مخصوصا این بلاها رو سر بردم که بیه چشم درویش بکنی. نمیدی؟ ما الان میخواد بریم تهرون. البته در خدمت شما. اگر هم دوست نداری با اتوبوس میری. با این که ریختت بیزارم باشه تا تهرون مهمون خودم باشی. اما برو کنار خودم پشت رول میشینم که دیگه قالم نداری. برو کنار. اتمرگو من خدا چرا نگه داشتی؟ من تشنه هم بحثم که مرتب تشنه ده چی میخوری؟ پپسی کولا کاست. پپسی کولا کاست موسی خان بیزمت یک کماسه من همون پپسی. آره چش دو تا پپسی بده بینم. چیزی بخوای عزیزم؟ من فقط موسیل کاست. موسیل اینجا پیدا نمیشه. من غذا چی خوردی؟ موسیل. آها محسن میگی همون بلایی که اون سر من آورد منم سرش آوردم. چیزی که عوض داره گله نداره. خب ناراحت نشو همینجی میشینیم تا محسن بیاد. یه پایین ببینید
ببخشید تولید کجا؟ چی؟ مسترا رو میگه. ها اون طرف خانم برو اون طرف میسی. برو پسر چایی بیا. دو تا قنفلو بیا. همش تو فکر این گردن کلفت. آش سر من با داغ این دختره رو بذاریم مرسل بذارم. بفرمای آقا. او باشی با یکی از این قرصا اما نه با سه تا از این قرصا دختره کارش ساخت است. اون وقت میبرمش اونجایی که عرب نیندا. آه یکی ناراحت نشو تا چایی تو بخوری محصول پیداش میشه. دلت بخواد بریم رامسر گردش کنیم؟ رامسر؟ بله رامسر. اصفهان و شیراز در مقابل رامسر صفره. نمیدونی چقدر بهمون خوش میذاره. البته بدون محسنه. خیلی خوب آدرس نویش من اومد. چش رو کارت خودم مینویسم. شرطی که تنهایی بیه یا چی شد عزیزم؟ همینجا بخواب الان خوب بشید. قربون اون سرت برم. چی شد آقا؟ هیچ جهانش به هم خورده. کمک کن بشونو بشتو ماشین ببره میشه بشتر تو بچه جورا بشه بکن اون خط بارم بریم. هفتمنده هشتمنده تخت گشتم پای بنده نه من دش میزم امشب رک میگم خاطر خاتم من خاک پاتم من هوا خاتم من تا چه پیش آید میونه نه من دو ده من ده اومدم. همه قبل خونه ها رو بخواه بگردی؟ این آخریه. یه دا چه ایران پلومن بده ما با تو هم حسله داری. ببینم چه یه پیره من با یه دختر خارجی اینجا نمیدم بودن اما دو ساعت پیش رفتن. مثل اینکه اون دختر خارجی هم حالش خوب نبود. حالش خوب نبود؟ رفیق آقا یه کارت یه عینک تو دست اون دختره بود که اینجا جا گذاشته. جا گذاشته؟ برو بردی ببینه. الان میاره. بفرمه رامسر نرسیده موتل خوب ظاهر سلا بردارش رامسر تلفن منزل و تلفن شرکت. اول باید یه سری به خونش بزنم. گفتم آقا اینجا نیست. برای انجام چند تا معامله زمین به اصفهان رفتن. میدونم من خودم تو معاملشون بودم. اما جمعون نکنم بتونن این زمینو بخرنش. خیلی اشکال داره. چرا؟ چه اشکالی داره؟ برای اینکه زمینش هم مرغوبه هم صاف و تمیزه به درد آقا نمیخوره. من شوهرمو میشناسم. تو معامله زمین به قدری سمجه که اگه متری 10,000 تومانم باشه حتما میخردش. میدونم مثلا یه تیک زمینو هر کجا میرفت شوارد اون راه میفته دنبالش. اصفهان، آباده، تخت جمشید، شیراز. آخرش هم بدون قباله تیک زمینو با خودشون بردن. کدوم زمینو میگی؟ همین زمینی که شوارد اون میخواستن معامله بکنن. دست اولش دو نبشش دراز اما پهناش یه خورده کمه. مثل که سیمات قاطی اصلا میفهمی چی داری میگی؟ بله خانم میفهمم. شوهر شما یه تیک زمینو بدون اجازه صاحبش با خودشون برداشته برده. کدوم زمینو؟ زمین که بردنی نیست. زمین های امروزی هم بردنی است هم خوردنی. احمد چای نایمد رو چی چیلی شستم؟ بین دیوونه رو از اینجا بیرون کن. من دیونه نیستم خانوم. دیونه شوهر شماست که به هوای خرید زمین از تهران اومد اصفهان شیراز دنبال دختر مردم آخرش هم با دوز و چلک چنگ من قاپ ایستد و بردش اینجا. این کارت میشنسی؟ آره این کارت شوهر منه. اینم آدرس ویلای ما در کنار دریا. پس بدون که شوهر شما الان تو همین ویلا لب دریا مثل قرقی داره دنبال این تیکه زمین میدوبد. اگرم دی برسیم ممکن است معامله زمین تمومش با...
باید تو بگم چونه با باید گرفتم چرا یقدر من میدوری؟ من نفسم بند اومد. تو اگه رضایت بدی من تمام زندگیمو به اسمت میکنم. شما برای من پدر هست نه شوهر. پس اجازه بده هم پدرت باشم هم شوهرت باشم. من نامزد داشت مارچلو. مارچلو کیه؟ تا زرش برو اینجاست مارچلو به چه دردت بخوره؟ این که ماشین خود آقاست درسته؟ آره. صدای ساز و ضربم که میشنوین بازم درسته؟ حال بفهمم تو من عاشق تو هستم رو کن به این مسکینا ای یار نازنینا بیا پیشم بشینا با موهای چین چینا برا بکن همچینا چقدر خوبی لوچینا بیمان بیدی از اینا چون پول تلا چهار همه رو که کار میریدم بای بای خب بسه دیگه گریه نکن دیدی چه بلای به سرش آوردم گریه نکن دیگه بسه گفتم بسه چه غلطی کردم آبرو رفت وای خدا جون یا از این غلطا رو بکنم منو ببخشید بونجور نسینیور بونجور سینیور ببخشید آیا دختری به نام لوچیلا کارو در این هتل زندگی میکنه؟ بله من فرناندو کارو پدر اون هستم امروز از ایتالیا اومدم ولی تشریف بردن اصفهان حتما همین امروز فردا برمیگردن اوه اصفهان ممکنه خواهش کنم به این شماره تلفن بزنین 4187 آقای مهندس محسن مرزنجوش بله من خودم هستم مهندس محسن مرزنجوش من فرناندو کارو پدر لوچیلا هستم خواهش میکنم بیاین هرچی زودتر دختر منو تحویل بدین و جایزتون رو بگیرین آقای فرناندو کارو پدر لوچیلا بسیار خوب همون هتل تشریف داشته باشین تا دختر شما رو بیارم تحویل بدم چه ها؟ مری جون ما موفق شدیم $10,000 رسید مأموریت شما علی منم با موفقیت تموم شد اما اگه دیگه 100,000 تومانم بدین دنبال اینجور مأموریت من نمیرم لوچیلا کجاست سوال تاکسی کردم رفت خودش چرا تنها فرستادی شوتل بعد چیکارش بکنم اصلا به من چه مربوطه گور پدر مارچلو و مارپولو و باقالی پولو و زهر مارپولو اصلا داره کار به جای باریکی میکشه ضعیفه ناقص عقل یه دل نه 100 دل عاشق من شده میخواد جوون زن من بشه منم بهش گفتم باید یه خورده روش مطالعه بکنم آقای مهندس تو رو خدا بذار من برم تو کارخونه سر کار و زندگی بقیه این فیلمو خودتون برید بازی بکنین خیلی خوب منو مهری میریم یه جا کار داریم تو بشین همینجا هر کس منو خواست یه صد دیگه برمیگردیم خیلی خوب یه صد یه میام لالی محسن تو اتاق منه مواظب باش از اتاق نیاد بیرون اگه خواست بره بیرون جلوشو بگیر خدا حافظ زود برو پایین چشم چی شد؟ یه ساعت معطلی داره تا درست بشه قربان یه ساعت باید این تو بمونی؟ بلکه هم 2 ساعت قربان پاپا یا کریم پاپا یا سیلیو پرکتو نون پارل کنمه باور کن وقتی فهمیدم مارچلو کارگر کارخونه خودمو خیلی دوست داری از عمل خودم نسبت به تو پشیمیدم بلند شدم اومدم ایران که تو رو با خودم ببرم به ایتالیا تا هرچه زودتر با مارچلو عروسی کنی مرسی پاپا اما من دیگه روم نیومد من اینجا در ایران عروسی کرد چی؟ مگه تو نمیخوای با مارچلو عروسی کنی؟ من کاست عروسی کرد با موسیل
موسیل؟ موسیل کی؟ موسیل مرزنجوش، یک مرد خوب، یک مرد ایدئال. اون خیلی به من کمک کرد، من اون خیلی دوست داشت. موسیل مرزنجوش، خب اونم تو رو دوست داره؟ نمیدونم، ولی من خیلی اونو دوست داشت. موسیل مرزنجوش اون تو رو دوست نداره عزیزم، اون فقط $10,000 جایزه رو دوست داره. این تلگراف اون زده و خواسته که هرچه زودتر پولش رو بهش بدم تا تو رو پس بگیرم، فهمیدی؟ این غیر ممکن است. باور نمی کنم، بشه بخون. و برای اینکه به تو ثابت بشه گفتم الان بیاد اینجا که جایزه بگیره. یه زدیه میان. بله مهندس محسن، نه کمک مهندس محسن مرزنجوشم. بیام هتل کنتینانتال؟ واجبه؟ چشم، اومدم. نه بخواه برم بیرون، نه بخواه بابا. تو زبون داری؟ بله بازن جو، هر کجا رفتم به امکای نهدن، منم خودم زدم به لالی اینجا استخدام شدم. اما تر خدا به باید چیزی نگی ها. خیلی خوب نمیگه، اما شب که تو هم راستش بگوی چرا نمیذاشتی من از اتاق برم بیرون؟ آقای مهندس دستور داده بودم. یعنی چی؟ نکنه یه کاسه زیر نیم کاسه هست؟ سلام ننه جون، قربون برم. سلام آبادی جون، هم سلام همسایه بالا یا که اینجا. سلام علیکم، حالش ما چطوره؟ کی اومدی شما؟ هم حالا از اصفهان اومدیم، اول رفتیم خونه تو نبودی، اومدیم کارخونه تو رو ببینیم تا امروز تکلیف این دختره رو معلوم نکنی یا تو بمیری پا ما از اینجا بیرون نمی فهمیدی؟ آبروی دخترم تو تمام شهر رفته، دیگه کسی جرأت نمی کنه که بیاد خواستگاری دختر من. چرا؟ مگه دختر تو چه عیبی پیدا کرده؟ برای اینکه مادر خواهرتون به تمام در همسایه‌ها گفتن که من نامزد شما هستم. درسته داداش، تقصیر ما بوده، باید زودتر یه فکری برای این بکنی. اینجا که نمیشه من براش فکر بکنم، هجله مجده ای نیست. فعلا زود برین خونه چای درست کنی، من یه کار برم زود برمیگردم، بلکه یه خاچ به سرم بیارم بریزنم. لالیه یه تکسی بگی نرمانه ها بفرستشون خونه، فهمیدی؟ یالا چشمانم درویش کن، به خوار مادر من نگاه نکنی. یا تو میخوای با کسی عروسی کنی که نمیدونی چی کار است، با کسی عروسی کنی که مثل جیمزون در تعقیب تو بوده که بتونه جایزه از من بگیره. بیا تو. بونجورنو، یعنی سلام علیکم، با من فرمایش داشتی؟ این کلوفته چیه؟ چه کاری واجبه من داشتی؟ تو خیلی بدجنس، خیلی احمق. دست شما درد نکنه، اینم نهیده بودی قابل نداشت. چون مثل یه دوست با من بازی کرد. گوش کن پسر، من فرناندو کارو، پدر لوچیلا هستم. به محض اینکه تلگراف تو به من رسید من به تهران حرکت کردم. بیا بگیر، اینم جایزه ایشون $10,000. پاپا به من داد، بگیر این دست پاسه، این برای چند روزی که دنبال من بودی، حالا برو گم شو. نمیفهمم این $10,000 چی چیست؟ من به چک شما احتیاج ندارم، شما باید فقط مخارجی رو که من برای دختر شما کردم پول به من داد. $10,000 چی چیست؟ کل حساب من با این دختر شما طبق صورت ریزی که نوشتم 948 مال 3010 3010 هم هیچی، 948 هم به همه دکارین. مگه نیم گفتی تو بخست پاپا داد پاپا داد؟ حالا پاپا اینجوری داد؟ $10,000 چی چیه؟ 948 منه بده برم دوباره کار زندگی. چرا مواتدون برده؟ اگه پولم میدین بدین، اگه نم نمیدین جهنم تک خورد. نده، من گذشت میکنم. اسم شما چیه؟ بخ
بعد از این همه کتک تازه باید خودم معرفی بکنم. سلام علیکم، اسمم محسن مرزنجوشه. این تلگراف رو شما به من زدین؟ من قلل کردم به شما تلگراف زدم. راستا حقیقتش اینه که یه هفته پیش مارچلو رفیق من از ایتالیا برام نوشت که لوچیلو نامزدم توی این هفته میاد ایرون، مواظب باش گم نشه. منم چون مارچلو توی ایتالیا بهم خدمت کرده بود تصمیم گرفتم تلافی کنم و بهش یه خدمتی بکنم. رفتم فرودگاه لوچیلا خانم آوردم توی هتل، ایشون هم رفتن اصفهان و شیراز گردش، منم رفتم دنبالش گم نشه. وقتی که پولاش گم شد من شدم مادر حساب. اینم صورت حسابشه، طبق این صورت حساب بدین، اگرم نمیده خیالتون راحت باشه، نمیخوام. خداحافظ شما. آقا دماغ شما داره خون میاد، بهتره بشورین بعد برین. دست گل دختره دونست. دستت بشکنه ضعیفه، چجوری داری تو دماغم؟ سلام آقای فرناندو. سلام. من مهندس محسن مرزنجوش هستم، ایشونم خانم بنده است. من تلگراف دادم گفتم تشریف بیارید دخترتون رو تحویل بگیرید. البته خیلی کوشش کردم که به دختر شما آسیبی نرسه، چون همه جا مواظبش بودم. اصفهان، شیراز، تخت‌جمشید، شما. خیلی از شما متشکرم. حالا لابد جایزتون رو میخواییم. بله اگه لطف کنید. خیلی متشکرم. بسیار خوب، چه که شما حاضره. فقط ممکنه شناسنامتون رو من ببینم؟ شما فکر میکنید من مهندس محسن مرزنجوش نیستم؟ شک دارید؟ بله آقای مهندس، شک دارم. آخه دو تا محسن مرزنجوش اینجا پیدا شده، یک منم یکی هم شما. شما 10,000 دلار میخواین، من 948، من 3,000 دهشه. خوردش هم هیچی، 900 تموم. درسته؟ چرا اومدی اینجا؟ بیا برو کارخونه. آخه اینا میخوام بفهمن من محسن مرزنجوشم یا شما؟ خب این که معلومه من محسن مرزنجوشم. پس من چی کارم؟ لابد منم شما. چرا همچی میکنی؟ خیلی خب میرم. آقای محسن مرزنجوش خداحافظ شما. من با ایشون کار دارم، شما شما کنی کن. پس اسم ایشون محسنه؟ بله بله، فامیله هم مرزنجوشه. خب ایبی نداره، عوضه گفتن بجوری خیت کردیم. خب من همه چیز فهمیدم و محسن حقیقی رم شناختم. آقای مهندس گمان نکنم دیگه وجود شما اینجا لازم باشه. بله بیا بریم. سلام. حق به حق دار میرسه. بفرمایید اینم جایزه شما. بازم چه میخواین جایزه رو به من بدین؟ نکنید چه قلابی بذارم قالبش کنه. ببخشید آقای محترم، یه دفعه گفتم این زحمت من فقط به خاطر مارچلو دوستم چشتم، حتی به خاطرش از خیلی 948 من 3,000 دهشه خودم چه خرج لوچیلا خانوم کردم گذاشتم، چون مارچلو حق به گردن من داره. فهمیدی؟ چاو چاو چاو. پاپا نزده. گریه نکن دخترم، من همونطور این مرد رو شناختم که تو شناخته بودی. هر طور میل تو باشه به من بگو تا عمل کنم، حتی عروسی شما دو نفر. محسن من از عمل خودم پشیمونم، دلم میخواد منو ببخشی. باشه منم از اینکه تو جشن عروسی شما شرکت میکنم خیلی خوشحالم. محسن خودم عروسی من فعلا دارم کمکی کار میکنم. یعنی چی؟ یعنی اینکه من مجبور شدم این لباس رو بپوشم. این عروس مال مارچلو رفیق منه، فهمیدی؟ نمیفهمم. خودم نمیفهمم. بفرمایید، خواهش میکنم. مرسی. امیدوارم این گروه سنگ مبارک تو باشه. دست برم نکنه. برو ببوسش. چشم. ببوسش. خیلی خوب. یه بابای ازت در را که خودت هست کنی. همون داماد کافی بود. آخه نمیشه یکی رو بوسید یکی رو نبوسید، این دلخور میشه. دلخور نمیشه، بیا بشین سر جا. چشاته در میاده. محسن رفقا منتظرن که هرچه زودتر عروس ببوسی. تب کن آقا، بیاد خطر بخونه اون وقت. اینا خارجی هن، مهم نیست. اتفاقا برای من چه مسلمونم خیلی مهمه. آقای زربین شما بهشون بگید. به عقیده منم تا آقا سیغه رو جاری نکنه بوسیده صحیح نیست، مخصوصا این نباد اینه ببوسه، اگر ببوسیش قیمه و قربت. عروس و دوماد ببوسن. 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 جلو ببوسید، همه منتظرم. ببوسن.
مارچلو. حالا شدیم سه دل و یه دل. بر دختره بی چشم رو، نمیدونستم تو هم مثل پدر سنگ دل و بیرحمی. نمیدونستم قلب نداری. روزی که از ایتالیا فرار کردی قسم خوردی جسمان زن هیچ کس دیگه ای نشی. اما حالا فهمیدم تو هم مثل بعضی زنها سرافت دروغ و تصویره و من سادل و گول چرب زبونی ای تو رو خوردم. منو فریب دادی اومدی ایران زن رفیقم شدی. توف به تو. کاش میتونستم با این پنجه هم هر دوتاتون رو خفه میکردم. مارچلو دوست من گوش کن تا حقیقت من برات بگم. خفه شو. من ننگ دارم از داشتن دوستی مثل تو. آخه این دهن چاکیده تو بگم بذاری که جونش کرد. میخوش شو بگم خودت جون باری کلا خکوشه تو بیانت گوشو گوش کن ببین آخه اون رفیق منه، مهمون ما. خیلی خوب، برای چه فکر نکنه بی ارزم الان از داشت. ملاحظه فهمودین؟ بلند شو مارچلو. مارچلو ای وای مارچلو جونم، مارچلو جونم چه شد؟ من شوخی کردم، به خدا من شوخی کردم. بلند شو. آخه تو زیاده خودت لوس کرده بودی. اون چیز که عوض داره گله نداره. ای وای خب یه خود آب بزن صورتش. دیگه بلند شو، حالت خوب شد. بلند شو. سلام علیکم. حالا گوش کن تا حقیقت برات بگم. خیلی من میخواستم با لوچیلا عروسی کنم، هیچ وقت تلگراف نزدم تو بلند شو بیای اینجا. اینقدر این دست اون دست کردم تا اومدی. حالا ملتفت شدی؟ تو به مارچلو تلگراف زد؟ آره من تلگراف زدم، برای که من هیچ وقت تو رو دوست نداشت، برای که من زن فرنگی نخواست، برای که تو زشتی، تو بدترکیبی، تو قد درازت مثل نردبون دوزا میمونی. خاک بر اون سر بی‌سلیقت کن. تو دیگه خفه شو محسن، من تو رو خیلی دوست داشت. اما من تو دوست نداشت، من با تو عروسی نکرد. لوچیلا تو خونه من خوشبخت نشد، بدبخت شد. اخلاق ما ایرونیا با شما فرنگیا خیلی فرق داشت. من با تو هر شب دعوا کرد، هر شب تو رو کتک زد، نصف شب تو رو از خونه لخت و پتی بیرون کرد. فهمیدی؟ خیلی خوبه، من تو خیلی دوست داشت. اصلا میدونی چیه؟ من زن داشت، زنم هم خیلی دوست داشت. یه موشم نمیدم صد تا مثل تو رو بسونم. فهمیدی؟ خیلی خوب، بازم تو رو دوست داشت. بازم غلط میکنی؟ زنه به هیچ صراط مستقیم نیست. خیلی خب، پس حاضری با زن من توی خونه زندگی بکنی؟ آه بله البته. بله و هناق. حاضری سر یه سفره با زن من غذا بخوری؟ آه بله دو. حاضری با من و ننم و زنم توی اتاق زندگی بکنی؟ مرسل خیلی خوبه. ما چون تو با کی میخوای عروسی بکنی؟ اینم میخنده. ببینم همشیره تو مخت خرابه، بالا خونه رو اجاره دادی؟ بله اجاره داد. خیلی خوب، همین الان عاقلت میکنم. دب کن بیایی تو ببینم. سلام ننه جونم. سلام. خیلی خوش بدی آبا جی، خیلی خوش بدی. موش بخوره ده. سلام خانم، خیلی خوش بدی. خوش بدی. میبینی لوچیلا؟ این زن منه، دیدی دروغ نگفتم؟ میبینی هم از تو خوشگلتره هم کوتاه‌تره. قربونشم میرم، پیشمارکشم میشم. من از اینجا رفت، من باید رفت ایتالیا. بیه بریم مارچلا. محسن نمیدونم با چه زبانی ازت عذرخواهی کنم. با زبانی ایتالیایی. برو دنبالش. برو که از
این کارت خوشم اومد، چون اگه با اون لوچیلا عروسی کرده بودی یا بالاخره زهرمو بهت میریختم. اما حالا حاضرم خودم تو عروسی درخشم. خب حالا چرا اینقدر به مادر من نگاه میکنی؟ مادرته؟ پس لوچیلا هست؟ چه خوشگلی لوچینا، چه مقبولی لوچینا، دوست دارم لوچینا، قشنگتری از اینا، من عاشق تو هستم، را کن به این مسکینا. محسن راست میگفت دخترم، تو بین اونا غریبه هستی، آشنایی تو اونجا واسه دی ماش بوست یه دونه به من، اگه تو ندی میمیدم. ماش بوست بای دانیم ما از تو بازی تو برد بری کنم بیرم بری کنم بیرم حلق کنم حلق کنم خوش چینا، چه مقبولی لوچینا.